درود میفرستم به همه شما عزیزان. عزیزان، صحبت هایی داره عنوان میشه، زمزمه هایی رو به گوش خود من داره میرسه، از جاهای مختلف دارم میشینم میشنوم درباره 22 بهمن. چند تا نکته بسیار حساس و مهم رو من باید بازگو بکنم. زمزمه هایی رو شنیدم که عنوان میشه، گفته میشه که درفش هایی که قراره در واقع دست مردم باشه در 22 بهمن، درفش ها رو بذارین تو جیبتون، بذارین چه میدونم تو کاپشنتون، بیاین توی راهپیمایی حکومتی و به یکی بار این درفش ها رو باز بکنید، در بیارید و نشون بدید. ببینید عزیزان، یکی دو روز من این زمزمه ها رو دارم میشنوم و خب وظیفه ما هستش که بیایم و راهکار درست رو به جامعه ارائه بدیم و همچنین آگاه کنیم جامعه رو که در دام یک سری مسائل قرار نگیره. چند تا نکته رو میخوام باز بکنم روی این موضوع. ببینید، عنوان میشه که بیایید درفشا رو بگیرید و در راهپیمایی رژیم اینها رو باز بکنید. خب خیلیا نخستین چیزی که به ذهنشون میرسه این هستش که اگر چنین حرکتی انجام بشه، خصوصا با توجه به جو امنیتی که وجود داره در روز 22 بهمن، خب این عزیزان رو میگیرن، هممیهنان رو ما رو میگیرن و بر میدارن میبرن و بلاهایی هم سرشون میارن. این نخستین چیزی هستش که به ذهن هر کسی که این موضوع رو بشنوه میرسه. خب مشخصا میتونه درستم باشه که شما وقتی که درفش شیر خورشید رو در راهپیمایی رژیم ضحاک باز میکنی، این یک نماد مخالفت هستش با رژیم ضحاک، این و میتونه ببرن شما رو زندانی بکنن، اذیت و آزار بکنن. این نخستین چیزی هستش که به ذهن همه میرسه. اما من چند روزی نشستم با عزیزانی دیگه ای هم صحبت کردیم، خیلی با خودم کلنجار رفتم، خودمونی بگم، و خیلی این مسائل رو بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم و با دوستان دیگه به این نتیجه رسیدیم که اگر این اتفاق بیفته، در واقع یک عده برن در تظاهرات و راهپیمایی حکومتی در روز 22 بهمن و درفش شیر خورشید رو در بیارن اونجا، اتفاقا رژیم اینها رو نمیگیره، هیچ کاری هم باهاشون نخواهد داشت و انگار که اصلا منتظر رژیم که یه همچی اتفاقی بیفته. دقت فرمودید؟ به یک دلیل مشخص. ببینید عزیزان، این حکومت ضحاک اهریمنی، ما میدونیم هممون که در دقیقه 90 هستش و در سراشیبی در واقع سقوط قرار گرفته و خب مشخصا حکومت میخواد برای خودش یک مشروعیتی رو خصوصا نزد جوامع جهانی به دست بیاره و عمدتا این مشروعیت رو با دغلکاری‌ها و دغلبازی‌هایی که در انتخابات و صفها و پروپاگاندی که انجام میده به دست میاره و یکی از این دغلکاری‌هاش خب روزهای حساس رژیمی هستن، حکومتی هستن، مثل روز قدس، مثل راهپیمایی 22 بهمن. دقت فرمودی؟ و اینها در واقع تلاش میکنن با این روزها اون پروپاگاند لازم رو انجام بدن تا مشروعیتی برای خودشون به دست بیارن. بنابراین خصوصا در شرایط حساس امروزی که ما میبینیم شاهزاده رضا پهلوی با این فرمان بی‌نظیر و تاریخی، من واقعا این رو یک فرمان تاریخی میدونم، با این فرمان بی‌نظیر و تاریخی مردم رو دعوت کردن به نافرمانی های مدنی، به اعتصابات عمومی و ادامه خیزش ملی و میبینیم که گروه های مختلفی، جنبش که از اون گروه ها هستش که هر روز مردم رو دعوت میکنه ساعت 17 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر به وقت ایران، در سر تا سر ایران بیان به خیابون و در واقع انزجار خودشون رو از حکومت نشون بدن. ما شاهد بودیم که درویشان گنابادی که امروز همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم در جریان هست، اونجا درگیر هستن، عزیزانی که در تهران زندگی میکنن برن بیاین بیرون، باید بریزیم بیرون. فرمان شاهزاده هم صادر شد، خیلی ها منتظر این فرمان بودن، امروز این فرمان تاریخی هم صادر شده. بنابراین ما باید هر روز بیاییم بیرون، فقط به 22 بهمن بسنده نکنیم، هر روز باید بیاییم بیرون و این خیزش رو سرتاسری بکنیم، اعتصابات رو سرتاسری بکنیم. این یک نکته مهم که جنبش هم داره روی این موضوع کار میکنه، چون هدف ما نافرمانی های مدنی هستش.
یکی از راهکارها، ابزارهای براندازانه جنبش نافرمانی مدنی هست که این رو در قالب جشن‌ها، در قالب اعتصابات، اعتراضات و مسائل دیگه با عزیزان درون مرزم بسیار در پیوند هستیم و یه سری راهکارها رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنیم و در اختیار عزیزان قرار میدیم و اینا خب انجام هم شده تا به امروز و مورد ثمر هم بوده. حالا برگردیم به این درفش شیر خورشید روز 22 بهمن و اینکه این زمزمه ها داره میگه آقا در راهپیمایی بیاید این درفشا رو در بیارید، در راهپیمایی رژیم، در راهپیمایی حکومتی، در این شرایط حساس که حکومت در واقع دنبال مشروعیت هستش و به گونه‌ای میخواد این مشروعیت رو در واقع به دست بیاره. خب نخستین اتفاقی که به ذهن همه میرسه که اینا رو میگیرن و میدارن میبرن، اما من اینطوری فکر نمی‌کنم. به گمان من اتفاقا رژیم با بردن اینا کاری پیش نمیبره، چون دنبال یه مشروعیت میگرده. گمانی که ما بهش رسیدیم این هستش که رژیم میاد دوربینا رو اتفاقا میبره روی همین اشخاصی که درفش شیر خورشید دستشون هستش در راهپیمایی حکومتی و میگه جهانیان نگاه بکنی، ما انقدر دموکرات هستیم که حتی مخالفان ما هم اومدن و در این جشن پیروزی انقلاب نکبتبار خودشون، انقلاب اسلامی به اصطلاح خودشون، دارن شرکت میکنن. دقت کردید؟ خوب به این نکته توجه کنید، دوباره تکرار میکنم. اگر در روز 22 بهمن اشخاصی جوگیر بشن، احساسی بشن، هیجان زده بشن و با درفش شیر خورشید برن در تظاهرات حکومتی، در تظاهرات حکومتی 22 بهمن که در تهران از خیابون انقلاب هست، دانشگاه تهران گمان کنم شروع میشه، خیابون انقلاب میاد تا میدون آزادی که اونجا هم نماز ظهر برپا میکنن و برای خودشون خلاصه این در واقع برنامه رو، مراسم رو اجرا میکنن. اگر کسی بیاد اونجا درفش شیر خورشید باز بکنه، رژیم اینا رو تو دوربینا میبره اتفاقا. حالا شما داد بزن مرگ بر خامنه‌ای، صدای شما رو کاری نداره، قطع میکنن، هر صدای دلش بخواد روش میذارن، صدای جمعیتی که وجود داشته رو روش مونتاژ میکنن. دقت کردی؟ اما بهره‌ای که رژیم از این قضیه میبره به جهانیان میخواد نشون بده، چون درفش شیر خورشید سمبل مخالفت و مبارزه و براندازی جمهوری اشغالگر اسلامیه. اینو دیگه همه جهان امروز میدونه، تمام سیاست‌های جهان، حتی مردم عادی جهان هم امروز اینو میدونن، به خاطری که خصوصا اروپا و حتی جهان، کل جهان، جنگ جهانی دوم زمانی که حزب نازی اومد اروپا رو اشغال کرد، تمام درفش‌های کشورها رو عوض کرد و اون درفش صلیب شکسته رو جایگزین کرد. دقت کردی؟ و خب مردمان کشورها قیام کردن، مبارزه کردن، نازی‌ها رو راندن و دوباره درفش خودشون رو برافراشته کردن و در همون زمان جنگ بین نازی‌ها و مردم کشورهای مختلف به مانند فرانسه و بلژیک و اسپانیا و اینا، یکی از نمادهای مخالفت درفش ملیشون بوده و دقیقا این اتفاق در زمان حال حاضر در ایران هم افتاده و جامعه جهانی، سیاست‌های جهانی، حتی مردم جهان اینو به خوبی میدونن، به خاطر اینکه سالها فعالیت شده که آقا این درفش، درفش اشغالگران ایران هست، این درفش، درفش ملی ما نیستش و در تمام سمینارها، ویدیوها و همه جا دیدن درفش شیر خورشید که خب این درفش ملی هستش و میدونن درفش جمهوری اشغالگر اسلامی درفش حکمرانان در واقع مستبد هستش، قاسب هست، کسایی که کشور ما رو اشغال کردن. دقت کردید؟ بنابراین درفش شیر خورشید یک سمبل مبارزه و براندازی هستش. حالا شما حساب کن بهره‌ای که رژیم میخواد این قضیه ببره، و من گمان میکنم که این واقعا یک حربه‌ای هستش که از درون دستگاه های امنیتی خود رژیم، اتاقهای فکرشون داره میاد بیرون، که یک بخشی از مردم رو جو زده بکنن، بفرستن تو راهپیمایی حکومتی با درفش شیر خورشید، دوربینا هم اونجاست. خب بهره رژیم در این دقیقه 90 و حساس چگونه میتونه از این حرکت بهره برداری بکنه؟ آیا اینا رو بگیره، بزنه، ببنده، ببره؟
خب همه دنیا میدونن که رژیم ما یک رژیم سرکوبگر هست، فرقی براش نمیکنه. اما بهره ای که میتونه ببره چیه؟ که اعلام کنه به جهانیان، جهان نگاه کنید، حتی مخالفان ما با سمبل براندازی و مخالفت اومدن و در این جشن پیروزی انقلاب دارن شرکت میکنن. این یعنی مرگ خیزش دیما، این مرگ این خیزشی که الان وجود داره. بنابراین من گمان میکنم و با عزیزانی که نشستیم صحبت کردیم، این حربه حربه مستقیم خود جمهوری اسلامیه که از دل سیستم های امنیتیش بیرون اومده. دقت فرمودی؟ درفش شیر خورشید رو باز کردن تو تظاهرات حکومتی. ما گمان نمی کنیم که این افراد رو بردارن ببرن، اتفاقا دوربینا رو روشون میگیرن، هیچ کاریشون هم نخواهند داشت. دقت فرمودی؟ و از این بهره برداری کافی رو میبرن و به جهانیان نشون میدن حتی مخالفان ما با سمبل درفش شیر خورشید میان و در جشن پیروزی این انقلابشون دارن شرکت میکنن. بنابراین عزیزان خوب دقت بکنی این جریان و زمزمه هایی که من الان دارم مدتی میشنوم که بریم در جشن در راهپیمایی حکومتی با درفش شیر خورشید شرکت بکنی، که به اصطلاح این راهپیمایی رو به هم بزنیم، این یک حربه است از دل خود سیستم های امنیتی رژیم. وارد این دام شدن در واقع یک مشروعیت دوباره برای جمهوری اشغالگر اسلامی درست کردن هست. عزیزانی که الان به ما پیوستن حتما این برنامه رو از دقایق نخستش نگاه کنید و سپاسگزار میشم پخش کنید در سطح وسیع، دانلودش کنید. من سریع تموم میکنم که حجمش هم بالا نره، زمانش کم باشه، که بتونید در تلگرام، اینستاگرام به دوستانتون پخش کنید. واقعا پخش کنید. ما الان دقیقه 90 هستیم و نمیبایست که اجازه بدیم که رژیم بخواد این خیزش مردم رو تصاحب بکنه، خاموشش کنه یا به نفع خودش تموم بکنه. دقت فرمودی؟ بنابراین این راه راهش نیستش. حالا این انتقاد رو داریم میکنیم، این آگاه سازی رو داریم انجام میدیم، اما راه قضیه چی هست؟ نخست این که الان شما میبینید از 10 بهمن که جشن صده بود، بعدش هم همینطوری هر روز ساعت 17 5 بعد از ظهر به وقت ایران مردم دارن میان در خیابانها. این رو باید گسترش داد. اصلا ما نباید منتظر 22 بهمن باشیم. شاهزاده در اون فرمان تاریخیشون هم اعلام کردن که بیاین هر روز نافرمانی مدنی و اعتصابات سراسری. این فرمان تاریخیه. بنابراین ما نباید منتظر یک روز مشخص باشیم. نخست این موضوع رو بهش دقت بکنیم. ما تا 22 بهمن هنوز 5-6 روز فرصت داریم. و سپس این که 22 بهمن در روز، یعنی از صبح که رژیم شروع میکنه به این پروپاگاندش و به این راهپیمایی و مسخره بازیش تا ساعت 12:01، حداقل در تهران اینطوری هست دیگه، بعد از نماز ظهرشون رو که در میدان آزادی برگزار میکنن طبق معمول هر سال، بعد پراکنده میشه. دقت فرمودی؟ بنابراین راهکار اصلی چه هستش برای 22 بهمن؟ با درفش شیر خورشید بسیار هم نیکوست. هر شب شما باید با درفش شیر خورشید بیایید بیرون در تظاهراتی که انجام میشه، در خیزش که داره انجام میشه، هر شب باید این درفش دستون باشه. این درفش نشان مخالفت به براندازی رژیم هست. این یک موضوع. موضوع بعدی این هستش که روز 22 بهمن اصلا باید خیابونها رو خالی بکنید، اون روز اعتصاب سراسری بکنید. حالا اونهایی که مجبور هستن میبرنشون به زور، که اگر نران کار از دستشون میده، حتی حالا اونها یک گفتگوی دیگه ای داره، اما حتی اونها هم نباید برن. ما وارد فاز اعتصابات باید بشیم. دقت فرمودی؟ و اون روز اصلا خیابونها رو در طی روز خلوت کنین، مردم تعطیل کنن بشینن خونه هاشون. و ساعت 5 بعد از ظهر ساعت 17 طبق معمول همه شب بیایید بیرون با درفش شیر خورشید و فریاد آزادی خواهی سر بدید. دقت فرمودید؟
تنها کاری که الان در این شرایط میتونیم انجام بدیم نخست این صدا رو پخش کنید. سپاسگزار میشم. خواهش میکنم ازتون این صدا رو پخش کنید. دانلود کنید در گروه های تلگرامی که هستید، در فیسبوک، هر جایی که دوست دارید اینو پخش بکنید. 6 روز بیشتر فرصت نداریم. اگر این اتفاق بیفته که عده‌ای برن جو زده بشن، احساسی بشن، یه عده هم اینا رو تشویق دارن میکنن، صداهاشو دارن میبینن در سطح تلگرام، در سطح فضای مجازی، که آقا 22 بهمن با درفش شیر خورشید بذارید تو جیبتون، بذارید تو کاپشنتون، برید در راهپیمایی یهو اینا رو بکش بیارید بالا جلوی دوربینا بگیرید. یعنی چی این صحبت؟ اینها همون یا مافیای نگهدارنده رژیم هستن یا سیستم های امنیتی که اینها دست به دست دادن که عمر این رژیم رو زیاد بکنن. این کار یعنی مرگ، مرگی مبارزاتی، و رژیم به جهان نشون میده، تکرار میکنم اینو، رژیم به جهان نشون میده که جهانیان نگاه بکنید که حتی ما اینقدر دموکرات هستیم که حتی مخالفانمان با این سمبول مخالفاتی که درفش شیر خورشید هست میان و در جشن پیروزی انقلاب ما شرکت میکنن. این هستش حربه رژیم، این دامی هستش که پهن کردن. و به راستی و درستی پس از 3-4 روز اندیشیدن، کلنجار رفتن و زاویه‌های مختلف رو بررسی کردن، ما به این نتیجه رسیدیم، به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا رژیم اونها رو نمیبره تو صندوق بکنه برداره ببره، هیچ کارشون هم نداره، ازشون بهره برداری میکنه. و در این دقیقه 90 که رژیم رو به سقوط هستش، در سراشیبی مرگ خودش قرار داره، میاد و به جهانیان نشون میده، دوباره تکرار میکنم که این جا بیفته که جهانیان، حتی مخالفان ما با این سمبل درفش شیر خورشید که سمبل مخالفت و براندازی هستش، میان و در جشن انقلاب ما شرکت میکنن. این بهره‌ای هستش که رژیم ازش میبره. دقت فرمودید عزیزان؟ درود به همه عزیزان، درود مهربانو لاری و دیگر دوستان. بنابر این وظیفه من و شما هستش. ببینید همیشه در دقایق 90 هستش که خیزش ها، رستاخیز ها میتونن پیروز بشن یا میتونن شکست بخورن. همیشه در دقیقه 90 اتفاق میفته. دقت فرمودید؟ بنابر این به خاطر اینکه ما جلوی شکست این خیزش رو، جلوی اون گرفتاری هایی که برای مردم، خون هایی که دادن، درد سر هایی که کشیدن که این خیزش به پیروزی برسه، جلویشو بگیریم که نگذارند دست های دقیقه 90 بیاد بیرون و این خیزش رو گمراه بکنه، این صدا رو خواهش میکنم پخش کنید در سطح وسیع، در تلگرام، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، گوش به گوش بچرخونید که به گوش همه برسه. تکرار میکنم و صحبت رو تمام میکنم که زمان این ویدیو زیاد نشه برای عزیزانی که میخوان دانلود کنن تلگرام بگذارن. عزیزان، صحبت هایی که میشه، زمزمه هایی که میشه که میگن با درفش شیر و خورشید بیایید در راهپیمایی رژیم و به یک باره اینا رو از تو جیبتون در بیارید یا تو کاپشنتون در بیارید و نشون بدین و نشون بدید که مثلا دارید مخالفت میکنید، این یک حربه است. اتفاقا رژیم اینا رو بر نمیداره تو صندوق کنه ببره، دوربینا رو میاره روش و به جهانیان عنوان میکنه، این پروپاگاندشه، عنوان میکنه که حتی مخالفان ما با سمبل براندازی که درفش شیر خورشید باشه میان و در جشن انقلاب شرکت میکنن. بنابراین ما جهان نگاه کنید، نخست این که ما خیلی دموکراتیم، حتی با مخالفان ما کاری نداریم، و سپس این که مشروعیت برای خودشون درست میکنن، حتی مخالفان هم در جشن انقلابشون شرکت میکنن. این حربه‌ای هستش که رژیم داره انجام میده و ما مطمئن هستیم که این از اتاق فکرهای سیستم‌های امنیتی رژیم داره بیرون میاد. بنابراین نخست این که این خیزش هر شب ساعت 5 بعد از ظهر هست، ساعت 17 به وقت ایران، باید مردم بیان با درفش شیر خورشید بیان بیرون
شبنامه ها، شعارنویسی ها، اسکناس نویسی ها، پخش آگهی همچنان ادامه داره در درون مرز. مهربانوان ما، شیربانوان ما، بدون حجاب بیایید در خیابون برای تظاهرات، بردارید این تکه تهجر 1400 ساله رو از سرتون، الان وقتشه، انجام بدید. شمایی که این تهجر 1400 ساله رو بر سر ترک چوبی به دار آویختی، دیگه وقتشه که میایید بیرون برای تظاهرات، بردارید بندازید در زباله‌دان تاریخ. این لچک 1400 ساله رو بندازید در زباله‌دان تاریخ. دقت فرمودی؟ بیاید با شیر، پرچم شیر خورشید، با درفش شیر خورشید هم بیاید. دیدم خیلی چاپ کردن، درست کردن با پارچه، حالا به هر طوری که تونستن. اما 22 بهمن در روز در خونه هاتون بمونین، تکون نخورید، همه جا رو خلوت کنید. ساعت 17 طبق معمول هر شب بیاید و قیامتی برپا کنید به وسط تاریخ. رژیم کاملا در سراشیبی سقوط قرار داره. خوب دقت کنید، دقیقه 90 هست که نباید بذاریم این ارسالی ها و سیستم های امنیتی که مهرهاشون رو چیدن در لباس مبارز مردم رو گمراه بکنن. ما باید هوشمند باشیم. رژیم همه حربه استفاده میکنه. اون مافیایی که میخواد این رژیم رو نگه داره که قراردادهای میلیاردی و تریلیاردی ببنده با این حکومت، اونا میخواد این حکومت بمونه. اونا دلشون به حال من و شما نسوخته. شاهزاده رضا پهلوی با این فرمان تاریخی هم که صادر کردن تکلیف مشخصه. نافرمانی های مدنی، اعتصابات سراسری در سطح وسیع، هر شب همه روزه، منتظر یک روز مشخص نباید بود. دوستان، هم‌میهنان، یک مبارزه با دقت، با هوش، با منطق به پیروزی میرسه، نه با احساس. میدونم هممون خسته هستیم، در این شرایط همه خسته هستیم و میخوایم این رژیم رو بر بیاندازیم و بندازیمش به زباله دان تاریخ و تکلیف رو یکسره بکنیم. اما میبایست با منطق مبارزه کرد، میبایست با هوشمندی کار رو پیش برد. و انقلابات یا رستاخیز همیشه دقیقه 90 هستن که یا پیروز خواهند شد یا شکست خواهند خورد. اینو سرویس های امنیتی هم من شما بهتر میدونه. همون گونه که ما داریم فعالیت میکنیم که این رستاخیز ادامه پیدا بکنه و به سرانجام برسه، سرویس های امنیتی و مافیای پشت سرشون هم دارن فعالیت میکنن که این رستاخیز رو به شکست برسونن، که به سرانجام نرسه و عمر حکومتشون زیاد بشه برای دزدی‌گرگی ها، غارت هاشون. دقت فرمودی؟ اونها بیکار نشستن. بنابراین این وظیفه ای من و شما هست به عنوان یک برانداز هوشمندانه قدم برداریم و فعالیت هامونو سیستماتیک روی محور مشترک انجام بدیم. محور مشترک سیاسی شاهزاده رضا پهلویه. هر شخصی خارج از این گفتمان با شما صحبت کرد، یا نادان هست یا میخواد شما رو آدرس غلط بهتون بده. اینجا دیگه من خودم هم تعارفو میذارم کنار. محور مشخص بنابراین شاهزاده رضا پهلوی است و شاهزاده رضا پهلوی صحبتهاشو از کانالهای خروجی خودش همیشه گفته، بارها و بارها هم گفته. من از این کانالها صدای من میشنوید، صفحه های رسمی ایشون هستن. بنابراین هیچ صحبتی رو قبول نکنید تا زمانی که خودتون نرفته باشید، نگاه نکرده باشید که این صحبت از صفحه رسمی خود شاهزاده میاد بیرون. این یک نکته. نکته بعد این هست که این فرمان تاریخی یعنی به پا خیزید. دایه وقت جنگه تمومه. این رژیم باید به سقوط برسه و ما میرسونیم این سقوط رو، برخواهیم انداختش. دست در دست هم با هم‌آزوری هوشمندانه هر شب ساعت 17 خیزش های شبانه الان میبینیم در گوش و کنار ادامه داره، بیشتر و بیشتر میشه، داره میشه. منتظر یک روز خاص نباشید،
در خیزش های شبانه با درفش شیرخورشید بیاد بیرون. مهربانوان بردارن این لچک 1400 سال و نکبت و ننگ رو از سرشون. 22 بهمن هم ساعت 17 درفشاتون و درفش های شیر خورشیدی که چاپ کردید درست کردید نگه دارید، ساعت 17 در سر تا سر ایران قیامت به پا خواهیم کرد. و این خیزش زمانی که شکل گرفت خیابونها رو ترک نخواهیم کرد و میریم برای تسخیر اماکن عمومی. نظامیان بسیار زیادی از درون مرز اعلام حمایت، ارتش که کاملا از مردم حمایت میکنه. کافیست که مردم بیان در سطح میلیونی در سطح خیابون ها تا شما ببینید که ارتش وظیفه خودش رو انجام خواهد داد و اون ریزشی هم که از بدنه سپاه وجود داره اونها به حمایت مردم خواهند اومد که بریم برای تسخیر اماکن عمومی. وزارت کشور، صدا و سیما، در هر شهری که هستید فرمانداری ها، مساجد بسیار مهم هستن که اینا با تسخیر بشن. اون گروه های محلی که براتون عنوان کردن فراموش نکنید. هر گروهی باید 4-5 تن سازمان محلی درست بکنه که یک نماینده بفرستن اون مسجد رو تسخیر بکنن. اون مسجد در واقع از همون مساجد هستش که رژیم در واقع میاد و سرکوب ها رو تنظیم میکنه و به اجرا میذاره. شما وقتی اونجا رو تسخیر بکنی تمومه، دیگه رژیم نمیتونه سرکوب بکنه. و مسائلی که عنوان کردن برای موتور سوارا، میخ بندازین برای ماشین ها، میخ بندازین زیر چرخاشون، اینو دیگه همتون دیدین، روغن بریزید جلوی راه موتور سوارا که اینا مختل بشن. زمانی که شما این سازماندهی های محلی رو انجام داده باشید بسیار راحت میتونید مساجد رو تسخیر بکنید. از بلندگوهاش زمانی که تسخیر کردید سرود ملی ایران رو پخش کنید، درفش شیر و خورشید رو به درش آویزون بکنید. فرمانداری ها همینطور. دقت فرمودی؟ بنابراین این کارها رو که گروه های بسیار زیادی هستن که دارن الان در درون مرز انجام میدن، مردم هم میبایست بیان و حضور پیدا بکنن. من صحبت هامو به پایان میرسونم که این ویدیو وقتش زیاد نشه، که عزیزانی که میخوان دانلود کنن و در جاهای مختلف پخش بکنن این امکانو داشته باشن و با خیال راحت این کارو انجام بدن. بسیار از همه شما سپاسگزارم. عزیزانی که در فیسبوک هستید سپاسگزار میشم، در سطح وسیع پخش کنید. عزیزانی که امکان دارن دانلود بکنید، پخش کنید در کانال ها، گروه هایی که عضو هستید در تلگرام، تا صداش به گوش همه برسه. به امید پیروزی. زندگی تلاش است و امید. ما پیروز هستیم، این حکم تاریخ است، با کسی هم شوخی نداریم. این شعر زیبا رو هم در آخر با هم دیگه میخونیم که روحیه‌ای باشه برای هممون. به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم، که ایران همی قلب و خون من است، گرفته زجان از وجود من است. بخوانیم این جمله در گوش باد، چو ایران مباشد تن من مباد. براتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم. پاینده ایران.